بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین اهلا و سهلا لمتابعین الکرام لكم لکم اطیب الاوقات و اسعدها سلام علیکم و رحمت الله خدمت همراهان و علاقمندان برنامه زیبای مکتب تمدن با مضمون عربی شما عزیزان در خدمتتان هستیم شاگردان عزیز صنف هفتم یادتان هست که در درس 28 رسیدیم به تمرین هشتم که مبحث حال را مطرح کرده بود یادتان هست گفتیم اسم حال اسم منصوبی است در انتهای کلام که وضعیت فاعل را در کلام مشخص میکنم مثال اول در تمرین هشتم مثال کتاب است که رجع تلمیز و من الامتحان ناجحن برگشت شاگرد از امتحان موفقانه جملات خودتان را مرور بکنین یک جمله دیگر رو ما تک... م... کار میکنیم مثلا رجعت تلمیز من المدرست حزینن که جمله متن کتابتان بود که رجع شاگرد از مکتب برگشت در حالی که حزین و ناراحت بود شما میتونیم بنویسین مثلا رجع تلمیز من صف م... سرعتا درسته با سرعت سریعا و جملات دیگه ای که حتما انشاءالله با دقت حل کردیم و اما ثروت لغوی درس کلماتی که در درس و کار گرفته شده بود و مشکل است از آخر کتاب از قاموس کتاب حتما استخراج کردیم صدا به معنای سردرد سردردی علم درد همی تب سهر بیخوابی سوال به معنای سرفه هست زکام ریزش یا سرماخوردگی اما نابینایی اعرج فلجی فل سفره از رنگ اسفر گرفته شده به معنای بیماری زردی و اب کم به گنگی یا کسی که لال هست گفته میشن خب هاول کما فلوس مثال واجب المنزلی هست که توضیحش دفعه قبل براتون دادم گفتم اسم فائل اگر به کلمه بعد از خودش اضافه شد تنوین نمیگیره شما میتونید به اون شکل بسازین یا به شکلی که مثال کتاب هست مثلا عارف یه ذهب و عارف میرود به مکان بازی هو ذاهبون تنوین گرفته الال ملعب رونده هست به مکان بازی از تلمیزو یک توب و رسالتن میتونیم بنویسیم هوه کاتبون رسالته یا هو کاتب رسالت درست اضافه کنیم رسالت را با او الطبیب راکب سیارته اگه سیاره را الفولام بتیم یا میگیم الطبیب راکب از سیار سیارت دیگه برش نمیتیم الولد شارب الماء احمد لاعبون کرت القدمه درست است؟ ای از تمرین واجب المنزلی و اما درس جدید شما عزیزان درس 28 با عنوان سیارت الاجره سیارت الاجره به معنای تاکسی یا موتری که کرایی هست موتر شخصی نیست که در سرتاسر شهر به شهروندان خدمات میتن حوار یا گفتگویی است بین هارون و راننده یک تکسی هارون میگه هارون وضعیتش اول مشخص میکنه که در چه حالتی هست هارون واقفون به جنب شارع هارون ایستاده هست اسم فائل به کنار سرک ینتظرو سیارت الاجره انتظار میکشد موتر کرایی را یعنی تاکسی را انتظار میکشد و منتظر یک تاکسی است. ل و خاطر اینکه یک ان در اینجا محصوف است ان ناسبه که فعل مزاره ما را منصوب کرده ل به خاطر اینکه برود وقتی که ان بر سر فعل مزاره قرار گرفت معنا را به مزاره التزامی تغییر می ته یعنی می رود اما ان یزهبه یعنی برود به خاطر اینکه برود به هتل فندق به معنای هتل و بعد لحظات توقفت سیارت الاجره و سأل السائق الى این تذهب یا اخي. و بعد از مدتی لحظات جمع لحظه که جمع مکسر سالم هست توقفت فعل مازی سیغه چار چون فایلش سیاره هست که معنیس هست توقفت استاد شد تکسی و سأل سائق و سوال کرد راننده یا دریور الا اینه تذهب یا اخی و کجا می روی ای برادرم تذهب و فعل مزار هفت هارون میگه اذهب و فندق کابل می روم فعل مزار سیغه سیزده متکلم وحده به هتل کابل کمل اجره کمل اجره چه مقدار است کرایه سائق میگه الاجره تو معت افغانی ین اجرت صد افغانی است هارو میگه موافقون خب موافق است موافقت موافق خدا اعلام میکنن سائق با ادب میگه تفضل بفرما ارکب سوار شو ارکب فعل امر است که انشالله سال بعد با ساختار فعل امر آشنا میشیم کم یا من الوقت هارون میگه چه مقدار میگیرد از وقت یعنی چه وقت چه مقدار زمان در بر میگیره تا ما به فندق کابل برسم اشرین دقیقه اشره به معنای ده و اشرین که میبینین یاونون تصنیه آمده یعنی بیست دو تا ده دقیقه بیست دقیقه وصل هارون الى الفندق و شکر از رسید هارون به هتل و تشکری کرد از دریبه. و اما تمرینات ما زارک بهارون هارون چه چیزی سوار شد هارون رک به هارون سیارت الاجره الا عین یرید ان یذهب و با کجا میخواست که برود یرید ان یذهب الى فندق کابل کم اجره چه مقدار بود اجرت تو مئت افغانیین ای نیوریده و هارون کدام هتل را میخواست که میخواست او را هارون یورید هارون فندق و کابل که نامش هتل کابل بود مرتب کنین کلمات زیر را تا اینکه بسازین تا اینکه شکل بگیرد جملات مفیدی خب جمله را چون فعل کلمات ما جمله فعلیه میسازیم فعل را در ابتدا میاریم رکه و فاعلش کدام است هارون مفعول ما سیارت و مضاف الیهش اجرت پس به ای ترتیب قرار میگیره فعل فائل مفعول و مضاف الیه مفعول ما رکب هارون سیارت الاجره خب جمله بعدی چون درش فعل نیامده پس باید جمله اسمیه ساخته شود فندق را در ابتدا میاریم فندق مبتدای ما قریب میشه خبرش هتل نزدیک است من البنک یعنی نزدیک است به بانک و مورد آخر باز فعل آمده فعل در ابتدا میاریم اوریدو که فاعل داخل خودش نهان هست انای مستطر هست و کابل و فندقه میشه مفعول ما اوریدو کابل فندقه کابل میخواهم هتل کابل رو و اما تمرین سوم املا الفراغات تالیه به کلمات مناسبت مما یلی چهار کلمه داده با چهار جای خالی که شما باید تشخیص بدین کدام کلمه رو در جای مناسبش قرار بدین اشاره کرد شرطی به معنای پلیس به توقف سیاره سیاره در اینجا قرار می دفعه دفع هارون لسائق سیاره دفع کرد هارون چی؟ اجرت هم لسائق سیاره اجرت بود دیگه یکی از کلمات ما درست است و یورید هارون ان یزور حدیقت الحیوان میخواست هارون اینکه که زیارت کند باغ وحش را یعنی ملاقات کند باغ وحش ببیند باغ وحش را و آخرین جمله ما وصل هارون هارون ال الفندق و نزل ان سیاره رسید هارون به هتل و پایین شد از موتر. و اما تمرین چهارم که از شما خواسته همراه همسنفیتان با کمک گرفتن از سوال های زیر یک محاوره را تشکیل بتن و انجام بتن اوریدوان از هبه ال المتحف میخواهم اینکه بروم به موزیم متحف به معنای هست تفضل ران دریور برش میگه بفرمایید سوار شوین ای برادرم کم اجره الاجره, الاجره تا ثمانین افغانی ثمانین هشتاد افغانی کم مسافت المتحف من هنا موزیم تا اینجا چقدر فاصله داره عشره تو کیلومترات ده کیلومتر کم یا و من الوقت و ادامه شما خودتان میتونیم با توجه به متن درس تکمیل کنیم و با هم محاوره را کامل انجام بتیم و اما تمرین پنجم که از شما خواسته همزه قطع را در جای خودش قرار بتیم در تمرینات درس های قبل فرق بین همزه قطع و وصل گفته شد الان فقط به این شکل براتان مرور میکنیم که کلماتی که معرفه میشن به وسیله الف و لام او الف همزه وصل است و ما همزه فعل ها و حروف و اسامی دیگه همزه قطع است اوریدو ان اذهب و ال آخر به این شکل شما همزه قطع را مشخص بکنیم و تمرین بعدی گفته با توجه به ای که مثال را براتان ذکر کردیم فعل مزارعی بیاریم که ان را در ابتدایش اضافه بکنیم گفته شد در درسهای قبلی که ان بالای فعل مزارع فعل مزارع را منصوب میکنه و از نگاه معنایی هم او را به مزارع التزامی تبدیل تغییر میکنه مثلا از هوا یعنی میروم اما اورید و ان از یعنی میخواهم که بروم و این شکل چهار مثال دیگه شما هم بنویسین و هم ترجمه شده کنارش قرار بتین تمرین بعدی هم از شما خواسته که همین تغییرات ادوات ناسبه ان را برای فعل مزاره قرار بتین هم ظاهرش را تغییر بتین و هم معنایش را دقت بکنین که به شکل مزاره التزامی معنا بکنین ثروت لغویه هم آسان هست حتما از آخر کتاب استخراج کردیم راکب یعنی سواره شرطی پلیس شارع را میفامین سرک رسیف پیاده رو اشاره المرور که چراغ راهنمایی است موقف و به ایستگاه مترها میگن محل توقف متر دفع الفلوس یعنی پرداخت پیسه ها لوحه همون لوحه است مفترق و طرق یعنی جدا کننده راه ها که چاراهی ها یا دوراهی ها را شامل میشه تا دیدار بعدی شما را به خدای پاک و منان من می سپاریم خدا نگهدارشون